سلام. سلام. خوبی امیرعلی؟ قربانت. امیرعلی عزیزم. بچه ها، امیرعلی تقریبا 6 ماه پیش ویکی رو از مجموعه گلبا تحویل گرفت. بله. بله. اسمش هم ویکتوریا. سلام. ویکی. بله. ویکی. ما ویکی صداش می‌کنیم. بعد الان یک سال و 3 ماهشه. یه نژاد کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل هستش. رنگ سفید قهوه‌ای روشن، سفید عسلی بهش هم میگن. این کاوالی وزنش چقدره؟ 7 کیلو. دیگه بزرگتر هم که نمیشه. عقیمش کردی نکردی؟ بله، 3 ماه میشه. خیلی خوب. عقیمش کردی؟ خود چاق شو؟ من حالا غذاشو رعایت میکنم. نه، ولی اگه رعایت نشه چاق میشه دیگه. خیلی خوب. بعد همزمان دو تا سگ ازمون خریدید. یه دونه خواهرتون خرید، یه دونه اینو شما خیلی دوست داشتی خرید. خیلی بله. خیلی خوب. داجبه نگهداری کاوالیه پشیمون نشدی؟ نه حقیقتا هنوز دوست داری. چون برای آپارتمان میخواستمش بهترین گزینه بود برامون دیگه. یعنی نه صدایی داره، خیلی صدا نداره، چی صفر. خب صدا صفر، ریزش موش هم خیلی کمه واقعا. توی فصل باید بیشتر بشه. بله شده. الان به خاطر تغییر فصل یه ذره زیاد شده. خب بعد آموزش دستشویی چطوری اتفاق افتاد؟ برای من دیگه یه هفته طول کشید حقیقتا. یعنی من رو چمن بهش یاد دادم، رو تراس خیلی راحت یاد گرفت. خب خطا نداره؟ نه دیگه الان دیگه اصلا. بعد سر و صدا؟ سر و صدا هم که صفر دیگه اصلا. یکی از خوبیاش، یعنی 100% خوبیش اینه که هیچی صدا. لوازم خونه چی امیر؟ یعنی تخریب بکنه، خراب بکنه؟ ریشه فرش. ریشه فرش رو میجوه؟ بله. خب بعد دیگه راجع به سگ چی بپرسیم؟ بازده خودت چی میخوای بگی؟ کسی که فکر کن یه نفر میخواد سگ بگیره، سوال یک که مجموعه گلبا بخری یا نه؟ اون که 100%. یعنی واقعا من خودم یه 2-3 سال بود داشتم دنبال میکردم شما رو. خب من از دبی اومده بودم، ولی خب از اونجاش پیج شما رو داشتم. خب دیگه اینجا که اومدم دیگه گفتم که فقط از اینجا خرید عزیزم. خب حالا اینی که ممنونم ازتون، لطف دارید. حالا سوالم اینه، کسی یه نفر میخواد کاوالیر بخره، داره تحقیق میکنه. من تو کلیپ های آموزش قبلا خودم صحبت میکردم، ولی تصویر دوربین قطع شد. تیکه دومو وصل میکنیم. تا اینجا صحبت کردیم که دبی بودید، از ما خرید کردید، ما رو ریکامند، یعنی 10-10 همچنان سرجش. بله. حالا اگر کسی بخواد نجو نگاه رفت کامپیوتر پچم. حالا اگر کسی بخواد کاوالیر بخره، راجع به کاوالیر خوبی و بدیشو میگی؟ میخوام از زبون شما بشنوم. واقعا برای آپارتمان بهترین انتخابه، یعنی از نظر من، چون حالا ما تجربه پودل داشتنم داشتیم کنار ویکی، واسه همین پودل خیلی سر صدا داشت و خیلی برای آپارتمان گزینه مناسبی خیلی نبود، حتی برای ما. ولی من از ویکی واقعا برای آپارتمان خیلی راضیم. یعنی نگهداری این نژاد از پودل راحت تر. خیلی. خب بعد مریضی، مشکلات مفصل، قلبی، چشم؟ هیچ مشکلی نداشت. نه بر من که واقعا نداشته، چون خب من خیلی بهش میرسم. ولی چقدر ماهانه هزینه نگهداری چلا همین فکر میکنی؟ با این گرونی ها و هزینه ها یه دقیقه نگهش میده اصلا تو فیلم یکونیم فکر میکنم ما یکونیم هزینه داره که خوب میرسی. بعد خیلی خوب. دکترشو چکاپشو ماهیانه میبرم. یوز این زنگو 3 ماه یه باری. ولی من حالا یه ذره حساس ترم میبرم دیگه. چون ویکی یه تصویر به ما بده دیگه. یه ذره هم خودشو این لوس کنه، من نگران. الان یه ذره مور لباسش شیخته. این چیه قضیه؟ این من والا با دکترش صحبت کردم، گفتم واسه تغییر فصل. یعنی به خاطر فصل سرما که حالا بیشتر شده دیگه. سنش هم گفت میره بالاتر، یه ذره حالا باز افزایش داره. الان موهاش تو خونه خیلی نمیره زنه اذیت کنه؟ چرا؟ اگه بخوام هم نه دروغ گفتم. خب. ولی شیرینیش، یعنی مزایایی که این نژاد داره، این توش دیده نمیشه واقعا. خب من یه جمع‌بندی بکنم بچه‌ها. کاوالیر یه نژاد خیلی خوبه برای نگهداری تو خونه، با بچه‌ها خوبه، با خانواده خوبه، با سگا خوبه. جز معدود سگ‌های نژاد شکاری هستش که برای نگهداری تو آپارتمان مناسبه. حالا امیرعلی میگه ریزش موش کمه، ولی اصولا جز نژادایی که ریزش موش متوسط و یه خورده بیشتر از متوسطه. این یکی از رنگای پرفروششه. اسم کاملش کینگ چارلز اسپانیل هستش. کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل هستش. یه نژاد انگلیسیه که تو شکار پرنده‌های کوچیک استفاده می‌شده. خیلی ممنونم امیر جان. ممنون از اینکه تجربتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. ممنونم از لطفتون. از ویکی خانمم تشکر می‌کنم، باعث که تو فیلم مثلا وای نست داد. چقدرم گوش داره ماشاءالله.